سلام، با ما باشید. با مشروع خبرهای امروز نازنین کاظمی هستم. ابتدا سرخط خبرها. خانه سینما همچنان خبرساز. سینماگران به درخواست نیروی انتظامی به تجمع مقابل خانه سینما پایان دادند. وزارت نیرو خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق شد. وزیر ارشاد از تعیین تکلیف کتاب‌های بلا تکلیف در وزارت ارشاد تا پایان دولت دهم خبر داد. خانه سینما همچنان خبرساز است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سینماگران ایرانی که در اعتراض به پلمپ خانه سینما صبح امروز مقابل ساختمان نهاد تجمع کرده بودند، به درخواست فرمانده پلیس تهران به تجمع خود پایان دادند. این خانه که بزرگترین نهاد صنفی سینماگران محسوب می‌شود، عمری حدوداً 30 ساله دارد. جایی که سنگ بنای آن در سال 1365 بر حمایت از سینماگران نهاده و قرار شده بود خانه امن اهالی سینما باشد، این روزها خود ناامن شده است. یک روز دستور یک مسئول آن را منحل می کند، روز دیگر با دستور مقامی دیگر خبر بازگشاییش می رسد، اما همزمان با آن پلمب می شود. خانه سینما مدت هاست که نارام است، نارامی که دامنه آن به اعضای این خانواده هم سرایت کرده. جزئیات بیشتر ماجرا در گزارشی که همکارم آماده کرده. هنوز سیاست گریبان هنر در ایران را رها نکرده است. دو روز پس از تجمع سینماگران مقابل خانه سینما و پایان مهلت 48 ساعته برای رفع مشکل این نهاد صنفی، صبح روز پنجشنبه 27 تیر ماه بار دیگر اهالی سینما در مقابل ساختمان این نهاد صنفی تجمع کردند. اختلافات از آنجایی آغاز شد که چهارشنبه 14 دی ماه سال 90 محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت از انحلال خانه سینما به دلیل تخلفات این نهاد صنفی خبر داد. پس از 2 سال کشمکش، محمود احمدی نژاد در 16 تیر ماه سال 92 در نامه‌ای به جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای ایران دستور لغو انحلال خانه سینما و بازگشایی آن را ابلاغ کرد که با پاسخ منفی شمقدری روبرو شد. حالا باز بشه انشالله. طبق ضوابط و قوانین موجود خانه سینما 100% منحل شده، تعطیلی دائم یعنی انحلال. این اتفاق افتاده، نه الان، حدود 1 سال اتفاق افتاده. اما تنش ها زمانی بالاتر گرفت که جواد شمقدری در 24 تیر ماه 92 از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحویل اموال خانه سینما به خانه اصناف سینمای ایران خبر داد و متعاقب آن ساختمان خانه سینما در کوچه سمنان پلمب شد. سه‌شنبه 25 تیر ماه عده‌ای از سینماگران در اعتراض به پلمپ ساختمان خانه سینما در مقابل آن تجمع کردند که با ورود نیروی انتظامی به ماجرا و قول آنان مبنی بر اینکه اجازه نخواهند داد تا 48 ساعت آینده کسی این ساختمان را تصرف کند، به تجمع خود پایان دادند. اما 48 ساعت هم گذشت و هیچ تفاهمی میان خانه سینما و وزارت ارشاد حاصل نشد و سینماگران بار دیگر پنجشنبه 27 تیر ماه در مقابل این نهاد صنفی تجمع کردند. تجمعی که خبر دستور انحلال خانه سینما به ثبت شرکت‌ها و تشکیل نهاد دیگری به نام خانه سینمای 2 خشم بیشتر سینماگران را برانگیخت. بعد از اون باید تلاش کنیم که حالا خانه سینمای جدید بازگشایی بشه، افتتاح بشه. در همین راستا هم این گام ها، این قدم هایی که اتفاق افتاد در همین راستا است، ولی خب دوستان زارن تمایل دارن برگردن به عقب. رسانه ها از حضور چهره های سرشناس و ناماشنای سینمای ایران در میان معترضان خبر دادند. هنرمندانی چون بهمن فرمانارا، پرویز پرستویی، رخشان بنی اعتماد، عبدالحسن برزیده، رسول صدر عاملی، رضا کیانیان، کیومرث پوراحمد، مازیار میری، داریوش فرهنگ، مهدی فخیمزاده و اسقر فرهادی. باید امیدوار بود که این بار پافشاری، دلسوزی و اعتراض نام‌آوران سینمای ایران به دخالت سیاست و سلایق شخصی در هنر پایان دهد. میثم ارشدی، تلویزیون رها. اینو چی؟ گراف، عکس متحرک از قبلی آدم. این سینوگراف عکس متحرک؟
چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند. سینماتوگراف آدم تربیت میکند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای گروهی موسوم به حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی را در سازماندهی حمله به سخنرانی علی لاریجانی مؤثر دانست. 22 بهمن ماه سال گذشته، عده‌ای با حمله به محل سخنرانی علی لاریجانی در قم شعارهای تندی علیه او سر دادند و مانع ادامه سخنرانی رئیس مجلس شدند. آقای نقوی حسینی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته این کمیسیون به نحو کاملا دقیق، علمی و فنی درباره ماجرای برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم در 22 بهمن تحقیق کرده است. او افزوده کاملا روشن شده که این اقدام برنامه ریزی شده بوده و مقصران حادثه کاملا مشخص شدند. به نظر میرسد سخنان آقای حسینی واکنشی است به گفته های دیروز جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که گزارش کمیته مأمور برای بررسی وقایع قم را جهتدار توصیف کرده بود. از احسان مهرابی پرسیدیم اینکه سخنگوی امنیت ملی سپاه را به طور مستقیم مسئول اتفاقات 22 بهمن در قم می‌داند نشانه چیست؟ حضور سپاه در حمایت از گروه‌های فشار و برهم زدن سخنرانی‌های رسمی امریه که در گذشتن سابقه داشته و بر کسانی که مسائل سیاسی ایران را پیگیری می‌کنن پوشیده نیست. اما این اولین بار هست که حمله نیروهای گروه‌های فشار یا سپاه به یکی از شخصیت‌های اصولگرا و در قامت ریاست مجلس انجام میشه. پیش از اون هم در گزارش‌های مانند گزارش حادثه خرم‌آباد سابقه داشته که سپاه و برخی از افراد سپاه به دخالت و همراهی با گروه‌های فشار متهم بشن. اما این اولین بار هستش که خود اصولگرایان به این سطح رسمی و در حد بحث گزارش رسمی مسئولین سپاه را به دخالت در سازماندهی حمله گروه‌های فشار میکنند و طبیعتاً این بحث میتونه تبعاتی داشته باشه، ولی خب به هر حال حاصل درگیری‌های داخلی اصولگرایانه که به هر حال بسیار شدت گرفته و این تنها نمودی از این درگیری‌هاست و درگیری‌های پشت پرده طبیعتاً در حد فراتری از اینها سابقه داشته که بخشی از اونها به فضای عمومی هم کشیده شده. آقای نقوی حسینی به طور رسمی اعضا و عناصر مؤسسه پرتو که تحت مدیریت مصباح یزدی را در کنار سپاه مسئولین وقایع دانسته. از احسان مهرابی پرسیدیم این موضع‌گیری سخنگوی امنیت ملی به چه دلیل است؟ طبیعتاً علاوه بر درگیری هایی که در فضای سیاسی کشور بین جبهه پایداری و جبهه متحد و جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم وجود داشت، یک بحث ویژه هم بحث شهر قم هست. یعنی این حتی از انتخابات مجلس مشاهده این درگیری ها بودیم، به این شکل که به هر حال آقای رسایی که یکی از افراد حامی آقای احمدی نژاد بودند و قبلا مدیر کل ارشاد قم بودن به صورت طبیعی باید از قم کاندیدا می شدن، اما فضا به گونه‌ای بود که ایشون نتونستن از قم کاندیدا شن و به تهران اومدن و پیش از اون هم سابقه داشته که مباحثی درباره بحث سوء استفاده مالی ایشون در ارشاد قم مطرح بشه که به هر حال این بخشی از این اقدامات از سوی نزدیکان آقای لاریجانی انجام می‌شده، افشای این گونه مطالب. درگیری به هر حال بین آقای لاریجانی و دیگر گروه‌های که بیشتر منتسب به آقای مصباح هستند در قم طبیعتاً در اتفاقات 22 بهمن تأثیر داشته. از سوی دیگه به هر حال مراجع قم و کسانی که اون پایگاه سنتی رو در قم دارن طبیعتاً ناراحت هستن از اینکه طرفداران آقای مصباح به این شکل در قم قدرت گرفتن و به نوعی متعرض مراجع تقلید میشن و
اگر مراجع تغییر به هر حال موضعی داشته باشن که به نوعی با مراجع اونها مخالف باشه، اقدام به تجمع میکنن و فضایی رو به وجود میارن که مراجع تغییر نتونن اظهار نظر بکنن. طبیعتا همونطور که آقای حسینی، نقوی حسینی مطرح کردن در گزارش کمیسیون امنیت ملی، مراجع هم تاکید داشتن که به نوعی بالاخره باید با این حرکت طرفداران آقای مصباح برخورد بشه، هرچند که خب این بحث مربوط به الان نیست و این گونه حرکت ها به هر حال همونطور که قبلا هم گفته شده بعد از دوم خرداد در پون شدت گرفته و پیش از این هم با بسیاری از مراجعی که به هر حال به نوعی به اصلاح طلبان منسوب بودن برخوردهای در این حد شده، ولی به هر حال فضا به حدی پیش رفته که مراجعی که موضع سیاسی ندارن و یا حتی به خود اصولگرایان هم نزدیک هستن از جانب طرفداران آقای نصفا احساس خطر میکنن. گفتگوی ما را با احسان مهرابی شنیدید از برلین و حالا نوبت میرسه به اخبار کارگری امروز. پس از سه روز تجمع در تهران، اعتراض کارگران فولاد زاگرس امروز در قربه ادامه یافت. دبیر خانه کارگر شهرستان لامرد و مهر، اختصاص 500 سهمیه مازاد برای بیمه کارگران ساختمانی کافی نیست. دبیر کانون کارگران بازنشسته استان یزد، کارگران و بازنشستگان بیشترین آسیب حذف یارانه ها را متحمل شدند. احمد جنتی که از 21 سال پیش سمت دبیری شورای نگهبان را بر عهده داشت، یک بار دیگر در سمت خود ابقا شد. اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان در انتخابات داخلی این شورا برگزیده می شوند. در انتخاباتی که دیروز برگزار شد، علاوه بر ابقای آقای جنتی در سمت دبیر، محمد رضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در جایگاه خود ابقا شد. این انتخابات پس از آن انجام شد که دو روز پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران 3 تن از فقهای شورای نگهبان را در سمت خود ابقا و مهدی شب زنده دار را به عنوان عضو جدید منصوب کرد. اعضای ابقا شده محمد مؤمن، محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی هستند. احمد جنتی متولد سال 1305 در لادان اصفهان است که از نخستین دوره شورای نگهبان در سال 1359 از جمله فقهای این شوراست. در گفتگو با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و سردبیر روزنامه اینترنتی راه دیگر، پرسیدیم انتخاب مجدد آقای جنتی به دبیری شورای نگهبان نشانه چیست؟ به نظر میرسه که تغییر کارکرد شورای نگهبان از زمان تأسیسش تا کنون مهمتر باشه از ترکیبی که هر از چندگاه انتخاب میشه. ببینید، تصور نمی کنم که تدوین کنندگان قانون اساسی نیت و انگیزه بدی در گنجاندن جایی نهادی مثل شورای نگهبان در قانون داشتن. اونها هم شاید مثل افلاطون که گمان میکرد حکومت رو باید بر مبنای حکمت سنجید، در نتیجه حاکمان باید حکیمان باشند تا کار جامعه به سامان برسه، اونها هم گمان میکردند که با توجه به سابقه ای که از تقوا و خدا ترسی فقیهان داشتن، فکر میکردند اگر نهادی مثل شورای نگهبان بالای سر انتخابات باشه یا مصوبات از فیلتر اونها بگذره، حق مردم ضایع نمیشه و جامعه بهتری و شرایط عادلانه تری خواهیم داشت. چند سال پیش بود که مرحوم استاد آیت الله منتظری میگفتند که هرگز تصور نمیکردند که فقیهان که قاعدتاً باید به تقوا متصف باشند، وقتی شورای نگهبان رو به دست میگیرند در دراز مدت تبدیل بشند به عوامل تضییع حق الناس و از بین بردن حقوق مردم. این است که کارکرد شورای نگهبان تغییر کرده. یعنی اگر از ابتدا نیت مثبتی وجود داشت، الان خودش تبدیل شده به یک نهاد استبدادی و یک نهادی برای تضییع حقوق مردم. تجربه های گذشته هم نشون داده که وقتی به فقه میرسند
حکمی متناسب با زمینه و زمانه از اون نمیفهمند و در نتیجه مسببات مجلس که میخواد شرایط جامعه رو بهتر بکنه وقتی به شورای نگهبان میرسه سرنوشت دیگری بعدن پیدا میکنه، وقتی به سیاست هم میرسند رفتار عادلانه و منصفانه با حقوق مردم ندارند. این است که تغییر این افراد در برهه‌های مختلف متاسفانه در نتیجه تغییر ایجاد نمی‌کنه، بماند که چندان تغییری هم در افراد صورت نگرفته. بالاخره بیش از دو دهه هست که آقای احمد جنتی همچنان دبیر شورای نگهبان هست که افراد و ترکیب اگر مختصری هم عوض میشن ایشون کماکان به عنوان دبیر میمونه و اصرار آقای خامنه‌ای و حضور آقای جنتی در شورای نگهبان هم نشون میده که به هر حال پیام همین انتخابات اخیر رو هم ایشون قصد نداره بشنوه، چون بخش عظیمی از کسانی که در این انتخابات شرکت کردن به کسی رأی دادن که اون فرد مورد حمایت جریانی بود که شورای نگهبان هرگز اون جریان رو تمایل نداشت که سر کار بیاد و بزرگترین مانع رو هم شخص آقای جنتی ایجاد کرد. و تازه تجربه اخیر انتخابات هم نشون داد که تصمیم نهایی رو شورای نگهبان هم لزوما نمیگیره، بلکه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی هستن که در جلسات اونها شرکت میکنند و در تصمیم گیری ها دخالت میکنند. با محمد جواد اکبر بودیم از پاریس. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره بهبود روابط با انگلستان گفته است که جمهوری اسلامی ایران به گام‌های سازنده و همراه با حسن نیت پاسخی مشابه خواهد داد. سخنان آقای عراقچی واکنشی است به اظهارات یک هفته پیش ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا که گفته بود کشورش آماده تلاش برای بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای عراقچی گفته است سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه مناسبات با همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله انگلستان است. روابط ایران و انگلستان از آذر ماه سال 90 که عده‌ای به سفارت این کشور در تهران حمله کردند به تیرگی کشید. پیروزی حسن روحانی میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری واکنش مثبت کشورهای غربی را به دنبال داشت. به نظر می‌رسد امیدواری وزیر امور خارجه بریتانیا را می‌توان در چهارچوب این تغییرات تحلیل کرد. و نوبت میرسد به آن سوی میله های زندان. محسن محققی 68 ساله که از اعضای نهضت آزادی ایران است در پی تمدید نشدن مرخصی به زندان اوین بازگشت. مهسا امرآبادی روزنامه نگار زندانی دیروز به مرخصی آمد. وضعیت جسمی رضا شهابی فعال کارگری زندانی وخیم گزارش شده است. وضعیت آرش صادقی دانشجوی زندانی که 47 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرد نگران کننده اعلام شده است. با وجود شرایط نامناسب جسمی از انتقال حمیدرضا مرادی از فعالان زندانی حقوق دراویش به بیمارستان جلوگیری شده است. حیدر رشیدی زندانی سیاسی در زندان قربه به دلیل اعتراض به برخورد مسئولان به سلول انفرادی منتقل شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که ارتش مصر این کشور را از یک جنگ داخلی نجات داد. به گفته جان کری که در کنفرانسی مشترک با همتای اردنی خود در عمان سخن می‌گفت، از این رو بسیار دشوار است که آمریکا بر کناری محمد مرسی رئیس جمهور مخلوق مصر را کودتا بداند. حدود دو هفته پیش ارتش مصر محمد مرسی را پس از چند روز تظاهرات میلیونی مخالفان او از ریاست جمهوری برکنار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به دوره انتقالی در مصر و طرح‌های موجود برای برگزاری انتخابات در این کشور گفت که این روند به سرعت در حال پیشروی است. عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر ریاست جمهوری موقت این کشور را بر عهده دارد. دولت موقت که قرار است مرحله انتقالی را طی چند ماه آینده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اداره کند نیز دو روز پیش تشکیل شد. گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی از اعضای آن است اعلام کرد که به میانجی اتحادیه اروپا طرحی برای اجرای گفتگوهایی به منظور حل و فصل بحران سیاسی مصر
ارائه داده است. این نخستین اعلام آمادگی رسمی اخوان المسلمین برای گفتگو از زمان برکناری مرسی است. این گروه اسلامگرا برکناری مرسی را کودتا دانسته و بر ادامه اعتراضهای خود تا زمان بازگشت او به قدرت سخن می گفت. جهاد الحداد سخنگوی گروه اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته است که طرح در دیدار با برناردینوی لیون فرستاده اتحادیه اروپا ارائه شده است. او از بیان جزئیات بیشتر طرح امتناع کرد. پس از برکناری مرسی شماری از رهبران اخوان المسلمین دستگیر و حکم بازداشت شماری دیگر صادر شده است. و شامگاه گذشته اسلامگرایان مسلح سه نیروی پلیس مصر را در شبه جزیره سینا کشتند و سه نفر دیگر را زخمی کردند. این تازه ترین حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز نظامی در شبه جزیره سینا است. حملاتی که پس از برکناری مرسی از مقام ریاست جمهوری شدت گرفته است. شامگاه سه‌شنبه در حملات افراد مسلح 12 نیروی پلیس و ارتش و همچنین شماری از ساکنان محلی کشته شده بودند. یک مقام ارتش مصر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرده به زودی ارتش عملیات گسترده‌ای علیه گروه‌های اسلامگرای تندرو در شبه جزیره سینا آغاز خواهد کرد. در گفتگو با رمضان ساعدی روزنامه‌نگار پرسیدیم اظهار نظر جان کری مبنی بر اینکه ارتش مصر این کشور را از جنگ داخلی نجات داده می‌تواند به عنوان حمایت رسمی آمریکا از برکناری مرسی تلقی شود؟ ببینید آمریکا از همان آغاز برکناری مرسی از سوی ارتش موضع محتاطانه ای رو در پیش گرفت، چرا که از سوی مرسی به شهادت خود مخالفان به شیوهی کاملا دموکراتیک بر سر کار اومد و از سوی دیگر و پس از یک سال ریاست جمهوری ناموفق مرسی بر حکومت داری، آمریکا این رو میدید که در صورت محکوم کردن اقدام ارتش و با توجه به تظاهرات گسترده‌ای که در اکثر شهرهای مصر اتفاق افتاد، خودش رو در مقابل اکثریت این مردم خواهد دید. بنابراین مقامات آمریکایی در انتظار فرصت مناسب بودند تا پس از فروکش شدن اعتراضات هواداران مرسی موضع خودشون رو به صورت شفافتری بیان بکنن. خب دیشب دیدیم که آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه در صورتی که ارتش مصر به این اقدام دست نمیزد، یعنی همون برکناری محمد مرسی، این کشور با جنگ داخلی رو می شد و به اعتقاد بنده نظری کاملا درست هست، خصوصا اگه بیاد بیاریم میلیون ها نفری که به مخالفت مرسی در خیابان های این کشور در علیه وی و اخوان مسلمین شعار می دادن. برخی از ارتباط اخوان المسلمین با خشونت ها در شبه جزیره سینا میگویند. از آقای ساعدی همچنین پرسیدیم این گمان زنی ها تا چه حد میتواند درست باشد. خطر گروه اخوان المسلمین در صحرای سینا چندان بر اساس اکثر تحلیلگران مصری و عرب چندان جدی نیست. بدون اینکه اگه در نظر بگیریم مواضع تندروهای یا همون افراد مسلح گروه اخوان در این منطقه مشخص هست، یعنی در شهرهای مشخصی هست و ارتش از دهه 90 تقریبا اگه بگیم نیروهای مسلح مصر با این گروه درگیر بودند طی مراحلی. ارتش این کشور هم در بیانیه‌های اخیری که داشت تاکید کرده که طی چند روز آینده به پاکسازی این مناطق اقدام خواهد کرد. از آن سو هم برخی از رهبران اخوان مسلمین در مصاحبه‌هایی که با کانال‌های تلویزیونی عرب و خود مصر داشتن و
وقتی دیدن که چنین اقدامهای مسلحانه، چنین اقدامهای خشونت‌آمیزی علیه خود ارتش مصر و مردم این کشور صورت بگیره، احتمالاً به ضرر آنها در خواهد آمد. در همین مصاحبه ها از این گونه اقدامات حمایت نکردند. بنابراین ارتش با توجه به این مطالب فکر خودش رو، ذهن خودش رو متمرکز کرده به اعتراضات اخوان مسلمین در شهرهای بزرگی نظیر قاهره و اسکندریه. گفتگوی ما را با رمضان ساعدی شنیدید و حالا نوبت میرسد به یک جمله و یک خبر. محمود احمدی نژاد: به عنوان یک ایرانی روی هیچ طایفه‌ای تعصب ندارم. وزارت نیروی ایران خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی خبر داده که حداکثر مصرف برق با افزایش حدود 4000 مگاواتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به حدود 44800 مگاوات رسید. مجید نامجو وزیر نیرو در این حال گفته اقدامات لازم برای جلوگیری از خاموشی و قطعی برق انجام شده است. با آنکه مسئولان همواره وعده عدم قطعی برق در تابستان می‌دهند، اما حدود 20 روز پیش مردم منطقه شرکتی ایستگاه 8 آبادان خاموشی برق را بیش از 24 ساعت تجربه کردند، در حالی که دمای هوا در این منطقه بیش از 50 درجه بود. و به سراغ نرخ امروز سکه و ارز در بازار امروز تهران می‌رویم. امروز دلار با 500 ریال کاهش نسبت به روز چهارشنبه در بازار تهران 31600 ریال معامله شد. پوند با 300 ریال کاهش 48600 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو نیز با 500 ریال کاهش نسبت به روز چهارشنبه 41800 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 180000 ریال کاهش نسبت به روز چهارشنبه 10530000 ریال در بازار تهران معامله شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است تا پایان دولت دهم تکلیف کتاب‌هایی را که صدور مجوز آنها در وزارتخانه بلا تکلیف مانده است تعیین کند. این را امروز محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی گفته که تصمیم گیری درباره صدور مجوز برای کتاب‌های ارسال شده به وزارت ارشاد حداکثر یک ماه و نیم طول می کشد. این سخنان در حالی مطرح می شود که در موارد بسیاری اعلام نظر وزارت ارشاد در مورد کتاب های ارسالی به این وزارتخانه ماها و گاهی حتی سالها طول کشیده. امری که پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد شدت گرفته است. و خبر آخر این که وضعیت جسمی نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، رو به بهبود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر امروز همزمان با جشن تولد او که از سوی سازمان ملل متحد روز ماندلا نامگذاری شده منتشر شده است. نلسون ماندلا 95 ساله که به خاطر مبارزات خود علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و سیاست عدم خشونت خود برنده جایزه صلح نوبل شده است، از روز 18 خرداد ماه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان است. امروز همزمان با 95 سالگی ماندلا، مردم آفریقای جنوبی تولد او را جشن گرفتند. همزمان سازمان ملل نیز برای تولد او جشنی تدارک دیده. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار.